سلام تماشابینانی بسیار عزیز تلویزیونی سفینه. این لحظه برنامه نوبتی آلیه را منظور شما میگردانیم. مهمانی امروزه برنامه آلیه هنرپیشه شایسته تاجیکستان، استادی رقص، بانوی بسیار زیبا سوریگل قربانوه میباشند. اولین مخلصش پدرش بود. او هنوز 5 سال داشت که پدر را از دست داد، اما تا آن زمان تحت نوای موسیقی دوتاری پدر می رقصید. از همان دوره محبت صحنه و رقص در عمق دلش آنقدر جا گرفت که وقتی با مصلحت خواهر بزرگش حجتهایش را به دانشگاه طبی سپرد و امتحان داشت، با سوالهای آخر آموزگار قصدن جواب نگفت تا او را به مکتب رقص ببرند. در صنف ششم میخوند که مادر او را ترک گفت. یعنی زندگی از این دختره که موزون قامت خیلی بر وقت امتحان گرفت. اما با وجود این آرزوها سرنگون نگشت، بلکه دردها را با رقص تحمل میکرد. هبده ساله بود و عاشق و شیفته و شیدای جوانی شد که نمیخواست سوریگل در صحنه باشد و برقصد. ولی میدان رقص برای او صحنه بود که همه غمهایش را میبرداشت. از این رو او با کسبش خیانت نکرد و از محبتش با صد ارمان دست کشید. با فیلم ها نیز دعوتش میکردند. نقش آفری و چهره نورانی و زیبایش با دل کارگردان ها بود و از میان گل دختران انسامبل او را انتخاب میکردند. دیتیم یه روکو. Но я не умею шить. Это мамин. Он всегда приносил мне счастье. Надевайте его перед каждым экзаменом. اگرچه نقشای آفریدش در دل تماشابین زود جا می گرفت، ولی تصمیم نگرفت قسمتش را با سینما بپیوندد. زیرا رقص زندگیش بود، هوس و آرزوهای کودکیش بود. وقتی او را در نقش سنم در فیلم مجسمه عشق دعوت کردند، شوهرش راضی نبود. چطور کارگردان همسری او را راضی کنند؟ چرا سوریگل قربانوه تا آخر صحنه رقص را ترک نکرد؟ او چی آرزوی دارد که تا امروز عملی نگشته است؟ با این همه سوال‌ها در برنامه نوبتی آلیه هنرمند شایسته تاجیکستان استادی رقص سوریگل قربانوه پاسخ می‌گوید. تشکری زیاد که دعوت ما رو پذیرفتید و اومدید. سلامت باشید. در آغاز میخواستیم صحبت رو شروع کنیم از زندگی امروزه شما. عینی حال با کدام کار مشغولید؟ عینی حال من در فیلارمونی بچگانه تاجیکستان کار میکنم به حیث معلمه رقص و همکاری دارم در انسامبل لولا. شما به نسل نورس امروزه درسی رقص می آموزید. توجه نورسان به رقص ملی امروز چگونه است؟ در ما همین کمتر مشکل است، چون که ما کودکان را تیار میکنیم. یک سال نه، دو سال نه، سه سال تیار میکنیم. زحمت میکشیم. زحمت میکشیم. وقتی که آنها همه چی را یاد میگیرند، بعد نمی بیان پدر و مادر آنها نمی مونند. اجازت نمی دهند. از سینی چند سالگی شما با رقص قبول میکنید؟ از 5 سالگی قبول میکنیم تا سینی 18. بسیار میخواستم که کودکان زیادتر بیاین با فیلارمونی کودکانه و مخصوصا رقصوی توجیکی ملی خودمون رو
ки хеле зебо аст, чун мо сафарои хориҷа бисёр дорем дар Ҳиндустон будем. Дар он ҷо духтарони мо мерақсиданд ва хеле хуб қабул мекарданд. Ба як ҳаяҷон, ба як намедонам чӣ хел гӯям, хеле хуб қабул мекарданд. Дар як филме нақш офаридед бо номи Агар дӯст дорӣ. Чанд сол пеш, як филми бисёр оли буд, ки дар онҷо ҳунармандон берун аз кишвар ҳунармандони касбӣ даъват шуда буданд. Ва онҷо шумо чӣ гуна роҳ ёфтед? Чун мо медонем дар саҳна санъати рақс дигар аст ва нақш офаридан дар синамо тамоман самти дигар аст. Ин ба шумо чӣ гуна муяссар шуд? Аз уҳдааш чӣ хел баромадед? Дар он вақт ман дар ансамбли Зебо мерақсидам. همین خیل در تلویزیون کاستینگ شد. بعد گوهر میرجمعی و اویلی این کارگردان بودن. از همه انسامبلو اومدن انتخاب میکردن که به همین فیلم کی رو گیریم کی رو نه. بعد من رو انتخاب کردن. و خوشبختانه که من از این کاستینگ گذاشتم و این فیلم رو بازیدم. چگونه نقش آفریدید با هنرمندانی کسبی؟ چون هنرمندان از خارج کشور دعوت شده بودن. بله. دشوار نبود؟ چخیلی که گفتم من در انسامبل زیبا میرقصیدم. چخیلی که خودتون میدونید زیبا امیرزاده بهترین معلمه رقص بودن. و در وقت رقص گذاشتن با ما نه فقط رقص میاموزوندن. اونها پیش از رقص مضمون رقص رو با ما میفهمودن که ما اگر همین موسیقی رو گوش کنید با شما محقول شود شما چی طور حس کرده میتوانید هر کس فکر و عقیده خود رو میگفت ولی اون کس میفهموندن رقص رو که در همین رقص باید با چی مضمون با چی بسیارتر اهمیتی چی کار باید کنیم این خود یک مهارتی اکتیوری هم بود مهارتی اکتیوری هم بود چون من خیلی شوقمند این کسب که بودم فکر میکردم که ما در همون ابرازی همون یکون رقصی که به ما داده میشد ما باید پورا به همون ابراز درویم یکون کس رو ندیده فکر نکرده فیلم هم همین است وقتی که یک سیناریا به شما پیشنهاد می شود باید که در ابرازی همون فیلم دروید خود را تصور کنید که همون در نقش همون قهرمانی که باید قهرمانی که باید بازیم در همون ابرازی هوای دروییم خود را تصور کنیم که مثال همون کس باشیم چون ما که این مهارت رو می گذاشتیم فکر می کنم با من اونقدر قین نبود چون من مضمون اون فیلم رو میخوندم و در ابراز میدار اومدم آماده میکردید خود رو آماده میکردم و بسیار میخواستم که اون ابراز هایی که به من داده میشود طبیعی باشد بهت طبیعی باشد چون ساخته نباشد طبیعی باشد برای که با مردم رسانده توانم اون ابرازی که با من پیشنهاد شده است و بسیار کوشش میکردم ما میدانیم که شما پدر و مادر خود را بر وقت از دست داده اید بله. چی تصویری در خاطر شما نقش بسته است از والدان چون خرد بودم یکم وقت خیال نمیکردم که به نوازش پدر و مادر میمونم چون من در اویله از همه خوردی بودم خیلی دختری ارکه گویم خطا نمیکنیم چون همه وقت در نوازش پدر و مادر با من توجه بسیار بود خیلی دوست میداشتن ناز میدادن من فکر نمیکردم که گرچنده که در دهات زندگی میکردیم پدر و مادرم نمیگذاشتن که به دست من آبی خنک رسد همه وقت اپای کالونیم رو
خواهش میکردم که هر سهر خسته آب گرم کردن در دست دختری من میریزی. هیچ وقت فکر نمیکردم که یک روز میشود من به نوازش اونها میمونم یا که تنها میمونم. و در صنف در 5 سالگیم پدرم نابود شد. در صنف 6 مادرم. گرچند که من خیلی خور بودم و پدرم همه وقت در پیش نظرم است، چون که اونها با موسیقی ها دان می دادن و رفته و دان می پوشیدن و بعد می گفتن که دخترم بیا تماشا کن چه اونا دان می خورن. و ما رفته در یک گوشه می نشستیم و تماشا می کردیم. خیلی لحظه خوب بود. در صنف 6 مادرم نابود شدن در تربیه اپام بودن. در اوله چند فرزند بودید؟ در اوله ما 5 بودیم، یک پسر و 4. در بین همه این 4 از همه فرزند دختر ارکای پدر مادر شما بودید؟ بله. از مادر چه خاطره دارید؟ مادرم به نهایت زنی خوش چقچق و وای بودن. یکون فکر زندگی رو با وای نمی گرفتن. زیقیشان رو نمی دیدم، چون شاید در پیشمونیشان نمی دادن یا اینکه عموماً همین خیلی شخصی به نهایت خوشحال بودن. خوش طبیعت. خیلی زنی زیبا بودن و در پیش نظرم همه وقت است. در کدام لحظه های زندگی بیشتر پدر و مادر رو یاد میکنید؟ خمار پدر و مادر میگیرد. در لحظه‌های زیقی، در لحظه‌های تنهایی من کوشش میکنم که در زندگی تنها نباشم، چون وقتی که تنها میمونید بسیار خاطره ها پیش نظر میآید. لحظه‌های حیات زیقی زندگی در پیش نظر میآید. من کوشش میکنم همه وقت در اطرافی حاضر، در اطراف نبیرگون، در اطراف فرزندانم باشم. وقتی که من بسیار زیق میشم بسیار میخوام که اپاهایم رو بینم و میروم یک جای میشینیم، یک کمتر صحبت میکنیم. کوشش میکنم که زیق نباشم. شما مادر 2 هستید، 2 بله. فرزندان کدام کسب رو انتخاب کردن؟ خیلی افسوس که کسبی من رو انتخاب نکردن، چون پسر خوردم بسیار پسر قد بلندی زیبا هست. بسیار میخواستم که در یکون فیلم یک جای نوار برداری شود، ولی اون کس نمیخوان. دیگر کس رو انتخاب کردن؟ دیگر کس رو انتخاب کردن. فرزندی کالونی هم باشد توریزم، سیاحت و توریزم تموم کردن. چند نبیره دارید؟ 3 از کالونی پسر، از خوردی دو دختر. بانو ساوری گل، بیننده تلویزیون، بیننده تاجیک، شما رو در نقش سنم بسیار خوب میشناسند، دوست میدارند، چون در حقیقت این نقش رو خیلی عالی آفریدید. و تاجوی ما میدونیم وقتی که نواربرداری فیلمی مجسمه عشق شروع شد و کارگردانی فیلم شما رو دعوت کرد برای آفریدن نقش سنم، شما باید از همسر خود اجازت می گرفتید، یعنی رازیگی همسرتان رو می گرفتید. چگونه بود؟ چگونه دست یافتید؟ چه روزی کنانی دید همسرتان رو؟ من وقتی فرزندانم تولد شدن 7 در خانه نشسته بودم، چون که فکر می کردم که شوهرم هم نمی خواستن که من دیگر کار کنم و بسیار میخواستم که فرزندان خود رو خودم کلون کنم. بنابراین هم 7 من در خانه نشسته فرزندان رو کلون کردم. در تربیه فرزندان مشغول بودید؟ یک روز در اپرا بالت یک نمایش بود، من در اونجا تکلیف بودم. از در اومدم که
دو پسر نشسته با من بسیار نگاه میکنن. اینها کارگردانی همون فیلم بودن و خواهش کردن که من با اونها صحبت کنم و نشسته صحبت کردیم. گفتن که ما یک فیلم میگیریم بسیار در همون ابراز سیمای شما رو میبینیم. شما میخواید با ما همکاری کنیم؟ من گفتم خیلی افسوس ولی من به من شوهرم اجازت نمیدهد. بعد گفتم ما دل شوهرتون رو میوبیم. اومدن خانه با شوهرم صحبت کردن، اونو اول راضی نشدن و چندین ماه خواهش کردن که یکون وای نمیشد، ما بسیار وقت اینو رو نمیگیریم. همون لحظه‌ای که فیلم شروع میشود ما اینو رو برده همین نیم ساعت یک ساعت فیلم سیانکه کرده با میبیاریم. بسیار خواهش کردن، نمیدونم چقدر آنها راضی شدن و فیلم شروع شد. لحظه های خاطر مون از همون نوار برداری فیلم مجسمه عشق با هنرمندی محبوب و شناخته و بلدار عجبوف برای بیننده ما میگفتید؟ لحظه خاطر مون همین است که در اون وقتی که من باید با یک اشوه یا کرشمه با اون کس صحبت کنم، برای من همین وزبین بود چون اون کس بسیار مرد جدی، نمیشد که با اون کس شوخی کنی. و ولی کارگردان بسیار خواهش میکردن که اپای سوری شما باید حتما باید همین کار رو کنید چون این فیلم است، شما دیگر چیز رو در نظر نگیرید، فکر کنید که شما نغز میشناسید، هم صحبت هستید. و همین لحظه برای من خیلی خاطرمون بود. در زندگی به فکر شما کدام خصلت شما به همسرتون معقول است و کدام خصلت همسرتون رو شما میپسندید؟ من مرد رو همین طور میخوام بینم که مرد شکایت نکند از زندگی در نزد زن. همون وقت شما مرد رو فکر میکنم که مرد رو حرمت میکنید. به فکر من همین خیلی است. شاید دیگر زنها دیگر خیلی باشن. بسیار من همین خیلی مرد رو ناز میبینم که از زندگی شکایت نکنن. و خودی من در زندگی خیلی آروم هستم. و یکم لحظه نشد است که من با شوهرم بلند گپ زده باشم. وقتی که از در می در آمدن می دیدم که کمتر نوآرومند، تابشان خیر است، من کوشش می کردم که با خنده به یکم گپی خوش پیش بگیرم. شاید همین باشد. آروم طبیعت بدنی شما؟ شاید. سببی پشخوری اویله های جوان رو امروز ها در چی میبینید؟ من فکر میکنم که جوان های حاضره خیلی سبوک هستن چون که با وزبینی زندگی توباور نیستن. من از زندگی فرزندانم هر وقتی که میبینم از تجربه زندگی خودم چخلی که میدونم، فکر میکنم که زن باید شوهر رو حرمت کند چون مرد ستون خاندان است. حتما باید پستی میشود، بلندی میشود چون در وقتی اویله دار شدن اونها با هم یک قول میدهند. بنابراین فکر میکنم زن باید خیلی پرتوقت باشد در زندگی. چگونه مناسبت دارید؟ چون در اویله دارید، چون با کلین ها زندگی میکنید، از خوشدامان بسیار چی میاموزن؟ بله، من کلین های خود رو همچون فرزند خود قبول میکنم. یکون فکر میکنم که با یکون کور دست زدن و کردنشون اونقدر کوردار نمیشوم چون که اونها نو به دیگر زندگی شروع میکنن در
хона дигар аст ва дар хона дар хонаи хуштоман дигар дигар касон аст. Бинобар ин ман бисёр ба корҳои онҳо кордор намешавам. Мехоҳам худашон чикор мекунанд, озод бошанд дар хона. Ба ман низ озод бошанд. Шишта суҳбатҳо мекунем дар кору бори хона ру бучин, пухту пас, шустушу. Аз ҳамин кори хона кадомашро дӯст медоред, меписандед? Кадомашро не бештар таби дили шумо аст? Ҳамчун зан? Ман чун худам бисёр серҳаракат ки ҳастам, дӯст медорам ки бисёртар худам дар хона нашинам, бисёртар ба кору бори хона машғул бошам. Гарчанде ки дар корхонаву кор мекунам, баъди кор мебиям хона ва рӯзҳои мебиям боз бо набераҳо саргардонам ва дар рӯзҳои шанбе, якшанбе бошад ба кору бори хона машғулам, чун мехоҳам келинҳоям камтар дам гиранд, бо фарзандо бошанд, ба ягон ҷо саёҳат бароянд ва ман худам рӯзҳои дамгирӣ, рӯзҳои шанбе, якшанбе ба пухтани хӯрок, ба рӯбучин, ба ину худам машғулам. Ҳама кори хонаро меписандед? Рӯбучину, пухтупазу? Пухтупаз келинро дар назар доред? Аз худатон ҳама кори хонаро меписандед? Албатта, албатта. Бисёр хӯрокпазиро дӯст медорам, ки ман худам хӯрок пазам. Тозагиро бисёр наз мебинам, ки ҳама ҷо ба тоза бошад. Ҳар як инсон дар зиндагӣ як орзуе дорад. Дар оянда чӣ нақшаҳо доред ва дар дил чӣ орзуе ҳаст, ки то ҳол амалӣ нашудааст? Бисёр мехостам, ки як гурӯҳи хурдтараконро, духтараконро, сафи онҳоро зиёд кунам ва як ансамбли кӯдакона, гарчанде ки ман дорам ва хеле духтарчаҳо кам ҳастанд, бисёр мехостам духтарчаҳо биёянд ва як ансамбли хеле калон гурӯҳи духтарчаҳо бошад ва дастгирӣ бошад, ки ба онҳо либос, сару либосҳо, либосҳои хуб дузонанд. Чун рақс агар сару либоси хуб набошад, чӣ хеле ки медонед дар саҳна ягон чиро дида намешавад, рақси хубро дида намешавад. Бисёр мехостам ҳаминро. Ансамбли кӯдакона, кӯдакона ташкил кунед. Бале. Дар зиндагии шахсӣ, дар ҳаёти шахсии худ, ҳамчун зан, ҳамчун модар ҳастанд, чун орзуҳо омалӣ мешаванд, ҷои он орзуро орзуи дигар мегирад. Табиати инсон чунин аст. Бале. Кадом орзуятон амалӣ нашудааст ва мехоҳед амалӣ шавад? Ман дар зиндагиам як камбоди айни ҳол ҳаст. Бисёр мехоҳам, ки чун набераҳоям 3 нафар ҳастанд, ман айни ҳол дар хобгоҳи вазорати фарҳанг зиндагӣ мекунам ва мехостам, бисёр кӯшиш дорам, ки як хонаи хеле калон дошта бошам, ки набераҳо дар гирди атрофи ман бошанд ва ҳар кас хонаи худро дошта бошад ва хушбахт бошанд. Ҳамин орзуро дорам ва аз пай ҳамин ҳастам. Ташаккури зиёд, бонуи бисёр зебо, бонуи ҳунарманд Саври Гули азиз. Шуморо бори дигар ба барнома хуш омадед мегӯем. Ташаккури зиёд, ки омадеду даъвати моро пазируфтед. Ба шумо ҳам беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. Бигзор он орзую ниятҳое, ки доред, ҷомаи амал пушад. Бинандагони азиз, инҷо барномаи Олиҳа ба анҷом мерасад. Ёдовар мешавем, ки меҳмони имрӯзаи барномаи мо буданд ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, устоди рақс, бонуи бисёр зебо Савригул Қурбонова. Хайр, то дидори баъди, тан сиҳату хона обод бошед.